أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة خداوند به توفیقات همه مؤمنین معتقد به شعائر حسینی و گرامی دارندگان شعائر حسینی بیفزاید و اعمال همه ما و شما را انشاءالله قبول درگاه خیش گرداند و از آفت ریا مصون داشته باشد. در برنامه های گذشته به جای رسیدیم که حضرت پیامبر عالی قدر اسلام از دنیا رحلت کرد، نظام قدرت جدید در ما بعد پیامبر در مدینه شکل گرفت و با چالش های گوناگون روبرو بود. با این قدرت تازه شکل گرفته در مدینه برای بقای خیش و برای اینکه در آینده باید وضعیت را طبق دلخواه خیش رقم بزند، با برخورد سخت افزاری به مخالفان روی آوردند و کسانی که ادعای پیامبری کرده بودند و دارای پیروانی شده بودند و کسانی که به مشروعیت سردمداران جدیدی دستگاه قدرت مدینه اعتراض داشتند، همه را به یک شکلی از اشکال با قدرت سخت افزاری تحت فشار قرار دادند. رسیدیم به این نقطه که در آن دوره که این نظام قدرت در مدینه داشت تازه شکل می گرفت و نیرومند می شد، قاعدتاً باید همه مؤمنین و مسلمین خوشحال باشند. اما دختر پیامبر، پسر عمو و داماد پیامبر و جمعی از صحابیان درجه اول و سابقه دار در اسلام دیدگاه اعتراضی و انتقادی داشتند، ولی دشواری آرایش قدرت و دشواری حکومتداری در مدینه ظاهرا اینها را هم در یک وضعیت دشواری قرار داده بود که یکی از پیچیدگی های تاریخ اسلام هست. به این معنا که پیروان داعیه داران پیامبری از هر کجا سر به شورش برداشته بود و نمی خواست که عنوان و نام و نشانی که در مدینه تحت آیین جدید به وجود آمده است بقا پیدا کند. فکر میکردند که چون محمد بن عبدالله ادعای پیامبری کرد و رئیس کل شبه جزیره عرب شد، این افق برای ما هم باز هست، ما هم ادعای پیامبری میکنیم و چند قوم و قبیله و تعداد افراد به پای علم ما سینه زن پیدا شده و دارای مکنت و جا و مکان میشویم. اما نظام قدرت شکل گرفته در مدینه با شدت و خشونت با همه این مخالفان برخورد کرد. در این برخوردها برخلاف منطق حاکم در عصر پیامبر که اصل به گفتگو و مذاکره بود، اینجا در مابعد پیامبر اصل شد سرکوب و به زور مطیع ساختن. قبلا هم عرض کردیم که نظام قدرت جدیدی که در مدینه شکل گرفته بود مال گرایش وسطی بود، یعنی اسلام قبیله و اسلام عقیده و قبیله و اقارب نزدیک پیامبر قرار داشت. این گرایش صدرنشین شد. خب وقتی که صدرنشین شد با دو اپوزیسیون روبرو بود. از یک طرف ماجرایی که از یک طرف آن چیزی را که پیامبر در روزهای آخر حیات خود در غدیر خم برای مسلمانان اعلام و اعلام داشته بود، از یک طرف ماجرای دیگری که در سقیفه پیش آمد
یکی از داعیه‌داران سقیفه سعد بن عباده رئیس یکی از طوایف مدینه بود. نظام قدرتی که شکل گرفت عمدتاً از افراد قریش و صحابیان بزرگ مدینه در عین حالی که مخالفت چندانی نداشتند اما به صورت باید و شاید از وضعیت موجود راضی هم نبودند. این نارضایتی و این بیمناکی نظام قدرت شکل گرفته در مدینه از یک طرف از ناحیه امام علی چون خودش کاندید بود و از یک طرف اون داعیه خلق مدینه یا انصار مدینه که به رهبری سعد بن عباده یک بار خود را در ماجرای سقیفه علم کرده بود بیم داشت، بیمناک بود، سعی داشت اینا را همچنان در حاشیه نگه دارد. خب حاشیه نگهداری این دو جریان در زمانی که ضرورت لشکرکشی برای سرکوب قبایل متمرد بیش از پیش ضرور و بیشتر می شد، تصمیم گیرندگان نظام جدید را در یک موضع دشوار قرار داد. امام علی جنگاور دلاور، سردار توانمند و انسان با تجربه بود، در عین حال زبان ملایمی هم داشت که نمونه اش را عرض کردیم در برنامه های قبلی که یمن را با ملاطفت بیان امام علی تحت سیطره اسلام در آورد. حالا که شرایط جنگی شده بود، ضرورت بسیج نیرو در هر طرف هر روز بیشتر می شد، از طرف دیگر برجسته ترین کسان دیگری که گزینه دیگری که می توانستند در اینجا به عنوان فرماندهان سپاهی که لشکریانی که باید قبایل متمرد را سرکوب کند انتخاب شود، گزینه دوم رؤسای قبایل انصار مدینه بود. بخش اعظم آنها هم به دلیل موضع سعد بن عباده ظاهرا چندان مورد اعتماد قرار نگرفت. لاجرم روی آوردن به سوی گزینه سوم. این گزینه سوم چی بود؟ گزینه سوم بالا کشیدن و برکشیدن جوانان تازه به صحنه آمده عمدتاً طایفه اموی و مخزومی. در جنگ های عصر خلیفه اول جایگاه بسیار بزرگ و بلندی را که در این فتوحات دارد شخص اول خالد بن ولید است. خالد بن ولید یکی از برجسته ترین فرماندهان آن دوره صدر اسلام است که آن ضربه ای را که در جنگ احد مسلمانان خورده بودم با کمک تدبیر و توانمندی فرماندهی خالد بن ولید محقق شده بود. بعدها که مسلمان شد در فتح حرم هم جایگاه بلندی داشت و در راه اسلام شمشیر زده بود و یکی از با تجربه ترین و قوی ترین فرماندهان و رهبران نظامی بود. بنابراین با توجه به این که از نظر تواری تعلق به تیره مخزوم داشت، در برنامه های قبلی هم عرض کردم که آل مخزوم و آل امیه افراد ماجراجویشان بیشتر بود. در دوره نظام الاف و تجارتی مکه ما قبل اسلام رهبری این قوافل و مسئولیت پاسداری قافله های تجارتی قریش را غالبا جوانان اموی و مخزومی به دوش داشتند. خالد بن ولید از آل مخزوم بود. خالد بن ولید در جنگاوری آدم توانمند اما در بخش‌های دیگر آدم نسبتاً بی‌پروایی بود و افراط و تفریط‌های در کارش مشاهده شد. من جمله یکی از نقاط سیاه در کارنامه خالد بن ولید معامله بود که با رؤسای یکی از قبایل نه چندان متمرد و ظاهراً معترض عرب به نام قبیله مالک بن نویره پیش آمد که در تاریخ مشهور است. مالک بن نویره را خودش را کشت
و این کار از ناحیه یک صحابی با تجربه و یک فرمانده برجسته نظامی برای تعداد زیادی از برجستگان صحابه امر وجدان تکانی بود، من جمله خلیفه دوم که در آن دوره با عنوان مشاور ارشد یا صدر اعظم در کنار خلیفه اول قرار داشت. خلیفه دوم هم وقتی که ماجرای معامله خالد را با مالک بن نویره شنید، بلافاصله حکم کرد، مشورت داد که باید همین الان از فرماندهی لشکر بر کنار شود، خانه نشین شود و باید محاکمه شود. بعد خب در طول جنگ های خونینی که با قبایل مرکز و شرق عربستان من جمله بنو حنیفه که ابو مسیلمه خود را در بینشان پیامبر اعلان کرده بود و با سجاح تمیمی که یک خانم شاعره بود و او هم اعلان نبوت کرده بود با همدیگر ازدواج، و پیروان بزرگی از بین قبایل شرق و مرکز عربستان برای خود فراهم آورده بود، ضرورت سرکوب اینها برای خلیفه اول سبب شد که ضرورت سرکوب اینها از یک طرف موقعیت حاشیوی و در عین حال رقابتی که با امام علی داشت، از طرف دیگر نوع نگرانی که از رؤسای قبایل مدینه داشت، از طرف دیگر سبب شد که روی بیاورد به طرف جوانان اموی و مخزومی. و اموی های مکی آخرین بخش از بخش های مهمی قبایل شرق، قبایل شمال عربستان بود که تا واپسیندن با اسلام مخالفت کرده جنگیده بودند، ولی بعدن تحت رهبری ابو سفیان در فتح حرم مجبور شدند که همه مسلمان شود و گردن به و به فرمان حضرت پیامبر تن بدهند. جوانان تازه به صحنه آمده از این خاندان به دلیلی برجستگی ها و تجربه های نظامی سیاسی که داشت در موقعیت قرار گرفت که خلیفه اول تعدادی از اینها را بالا کشید، من جمله یزید بن ابو سفیان، فرزند بزرگ ابو سفیان، برادری که بزرگتر از معاویه، او را فرمانده یکی از لشکرها قرار داد و تعدادی از جوانان مخزومی را در مجموع 12-13 نفر از جوانان تازه به دوران رسیده عمدتاً آل امیه و بعضاً آل مخزوم در صدر این لشکرکشی ها قرار گرفت و به هر طرف بسیج شد. جنگ های خونین صورت گرفت، قبایل شمال و قبایل شرق و مرکز عربستان به شدت و خشونت سرکوب شد، گرچند که طبری در مقدمه کتاب خود مسئولیت صدق گفته های خود را به دوش نگرفته است، اما روایتی را که او عرضه می کند تعداد 12-13 هزار نفر 10-12 هزار نفر در مرکز از جمع قبایل شرق و مرکز عربستان کشته شد. جمع دیگری که هم در یمن تمرد کرده بود، در منطقه عمان و در منطقه حضرموت و یمن شمالی امروز، اینا هم با شدت و خشونت سرکوب شد که در مجموع تلفات انسانی دوره خلیفه اول از 15,000 در بین 15-30,000 نفر ثبت تاریخ شده است. کل تلفات دوره خود پیامبر را دیروز در برنامه های قبلی عرض کردیم که از دشمنان و از دوستانش، از صحابیان و از مخالفانش در مجموع کمیتشان از 1,800 و چند نفر بیشتر نمی شود، ولی در دوره کوتاه 2 سال و چند ماه خلافت خلیفه اول شمار تلفات انسانی در جنگ هایی که موسوم در تاریخ نویسی اسلام به نام جنگ های رده یاد می شود که عمدتاً با قبایل شرق و با قبایل جنوب عربستان اتفاق افتاد و فرماندهی این جنگ ها هم عمدتاً به دست جوانان کم تجربه اما پرتحرک و با انرژی آل امیه و آل مخزوم قرار گرفت،
چنین تلفات سنگینی به جا گذاشته شد. اشاره به این تلفات از منظری که ما بستر تاریخی تحولات عاشورا را بررسی می کنیم، هر کدام حائز اهمیت است. و انصافا دوره خلافت خلیفه اول برای امام علی دشوارترین دوره زندگیش بود، چنانچه خودش بعداً زبان باز کرد و گفت: استخوان در گلو و مثل کسی که خاری در چشم استخوانی در گلو داشته باشد صبر کردم و شکیبیدم. این شکیبیدن به چی معنا بود؟ خب بدون شک برجسته ترین نظامی و با تجربه ترین انسان و مناسب ترین شخص در آن دوره که باید با قبایل عرب مواجه و روبرو می شد، که هم منطق زور و قدرت سخت افزاری را هم منطق نرم افزاری را هر کدام را در جایش درست استفاده می کرد امام علی. ولی اتفاقا به جای امام علی این فرماندهی ها همهش سپرده شد به دوش جوانانی تازه به صحنه آمده، آل امیه و آل مخزوم. خب در شرایطی که شما یک جنرالی بسیار کارکشته و برجسته نظامی را که همه هم فنون نظامی را بلد است، هم فنون مردمداری را بلد است، هم می تواند با هم زبان ملاطفت را هم زبان منازعت را او را خانه نشین کنید، به جایش جوانان بی تجربه پر انرژی و روحن خشونت طلب را بیاورید، خب طبعا جنگ و خشونت ها زیاد می شود. در اینجا آن که توانایی و ظرفیت این فرماندهی را دارد مسلما ناراحت می شود و رنج می برد. امام علی در چنین جایگاهی قرار گرفت و اعلان کرد که مثل کسی که خاری در چشم و استخوانی در گلو داشته باشد. تشکر از توجه همه دوستان. بقیه مطالب انشاءالله در برنامه بعدی. Thank you.